اینجا در شهر لس آنجلس آمریکا شماری از نویسندگان، شاعران، فرهنگیان و بستگان واصف باختری با پاس احترام به کارنامه و تلاش‌هایش برای رشد ادبیات زبان فارسی مراسم یادبود وی را برگزار کردند. در این مراسم سخنران‌ها به نوبه خود از خاطرات و دیدارهایشان با واصف باختری یاد کردند و شماری هم شعرهایش را به خوانش گرفتند. به عقیده آنان واصف باختری استعداد فوق‌العاده‌ای در سرایش شعر به ویژه شعر نیمایی داشت. استاد بزرگوار در کاندهای متفاوت شیری به ویژه در کالب نیمایی استعداد فریختنی داشت. چنانچه آن بزرگوار یکی از کتاب فانترین و جستجوگرترین کسانی بود که من در زندگی شیش شناختمش. هنوز آنجا فرو خوابیده می دایید در فنار فارسه. هنوز آنجا پریر دوزکای رفته پاینداز ایمان پرمشیست. و فرداها سواران نجیب جاوزان در را یوز آنجا چریک زخیف و شیب را دندنس در جنگل در با می جوند. در بخشی از برنامه اشتراک کنندگان این مراسم در کتابچه خاطرات استاد واصف باختری یادداشت‌هایشان را نوشتند. این نویسندگان از وی به عنوان یکی از بنیانگذاران شعر نو زبان فارسی یاد کردند. و بهم گفت استاد خلیلی شعر کلاسیک می نویسته و استاد باختری شعر نو. می خواهیم دو حتی قبل از این که ما به صورت آکادمیک با این فرزه ها آشنا شدم و باشون ادبیات و رشته هستیم، من به سیلی که پدره با این دو واژه آشنا شدم و برای من شعر نو با استاد واصف باختری شروع شد، هرچند که تاریخ آکادمیکش یک چیز دیگری. استاد باختری بیشک پل پیوند نسل من و چندین نسل پیش از من بیان ادبیات تاری با منهج فارسی روی باستان و دریچه بسوی ردوان این منر نقد ادبی و اندیشن شهر بود. امو بود با زبان فاقر با باسنابت با از یک سو اند بر روز فده دوران مدر را با از توی دیگر ما را به تاهای برد تا پیش از آمتهی با آن را یا نمی دانستیم یا از آن کنتر با استاد با تبیر با نربان آسمان ما را به شناخت جدید از مولانا با بگزارش اسفار اندیشه های شیخ شهید شهاب الدین سهروردی را برای ما از نو. از واصف باختری بیش از 20 عنوان کتاب به زبان فارسی شامل مجموعه های شعر و ترجمه در اوزان کلاسیک، نیمایی و آزاد و مقالات فلسفی، پژوهش های ادبی و ده ها مقاله دیگر به میراث مانده است. وی به عمر 81 سالگی در 29 سرطان 1402 به ابدیت پیوست. قبل از همه چیز ابراز تسلیت می دارم